حکومت بحرین از زمان روی کار آمدن تا به امروز نه تنها با شیعیان بحرینی مقابله کرده و در مسیر اجرای مراسم دینی و مذهبی در مناسبت‌های مختلف سنگ اندازی کرده، بلکه پای خود را از این موضوع فراتر گذاشته و علیه شیعیان غیر بحرینی در بحرین نیز اعمال فشار می‌کند. در همین راستا رسانه‌های محلی بحرین از اخراج چندین مداح کویتی از بحرین خبر داد. مقام‌های بحرینی اقدام به اخراج کویتی‌هایی می‌کنند که در این کشور مراسم عزای حسینی برگزار کرده‌اند. مقام‌های بحرینی تعدادی از شهروندان کویتی را پس از احیای مجلس عزای حسینی در این کشور از بحرین اخراج کردند. این در حالی است که وبلاگ نویسان و فعالان فضای رسانه این اقدام مقامات بحرینی را عملی خودسرانه و با هدف جلوگیری از فراگیر شدن جو عاشورایی در کشور خواندند. بدیهی است که مقام‌های بحرینی با این اقدام حد عدم احترام به حقوق دینی مردم و سرکوب شعائر حسینی که توسط شهروندان بحرینی برپا شده بود را به منصه ظهور گذاشتند. به گفته فعالان بحرینی مشخص شد که شهروندان کویتی به نام‌های محمد حجیرات و علی بوحمد و محمد فریدون شیعیانی هستند که توسط مقام‌های بحرینی از این کشور اخراج شدند. در همین راستا مداح اهل بیت علیهم السلام محمد حجیرات در صفحه توییتر خود این خبر را تایید و اعلام کرد به طور داوطلبانه به تصمیم مقامات بحرینی پاسخ مثبت داده و این کشور را به خاطر حفظ قدسیت ایام عاشورایی ترک کرده است. وی همچنین به منظور جلوگیری از فتنه و برهم زدن مراسم عزاداری و ایجاد تشنج در بین مردم کشور بحرین را ترک کرده و به کشور خویش بازگشت. فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوقی بشری در بحرین نیز به نوبه خود این تصمیم دولت کویت را محکوم کرده و در بیانیه‌هایی که به همین منظور صادر کردند و نسخه‌ای از آنها به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید، تأکید کردند که این گونه تصمیم‌ها از طرف مقامات بحرینی برای آنها عجیب نیست، چرا که آنها جلوگیری از ایجاد اعتقادات مذهبی و مقدس در این کشور و سرکوب شیعیان آن را هدف اول خود قرار دادند. این فعالان همچنین گفتند این حرکت در ادامه کمپین‌های محدود کننده آزادی‌های مذهبی و فشار به اکثریت مردم بحرین میباشد که در راستای تداوم جنایت‌ها و آزار و اذیت‌های هدفمند مذهبی است. آنها همچنین خواستار ایستادگی مردم در برابر یک چنین رفتارهای تبعیض‌گرایانه و هدفمند شدند و از مقام‌های آل خلیفه خواستند تا با تعقل بیشتر و احترام به حقوق اکثریت جامعه بحرینی که شیعیان میباشند عمل کنند. در همین حال صالح آشور نماینده سابق کویت در اظهار نظری راجع به این تصمیم گفت بحرین برای اولین بار است که کویتی‌ها به ویژه اشخاص و مداحی را که در برگزاری عزای حسینی سرشناس و معروف است بازداشت و از کشور اخراج می‌کند. لازم به ذکر است مقام‌های بحرینی نظارت‌ها و سختگیری‌های خود برای ورود شیعیان کشورهای حاشیه خلیج به بحرین در ایام عاشورا را تشدید کردند و وزیر این کشور در دیدار هفته گذشته خود با بزرگان شیعه و صاحبان عزاخانه در این کشور گفت اجازه ورود گروه‌های مسافران خارجی به این کشور جهت شرکت در مراسم عزای عاشوری را نمی‌دهیم. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.